درود به همگی گایز، به چنل پوریا بوتک خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. بچه ها امروز یک برنامه بهتر جواب ندی داریم، نه با رپر نه با فوتبالیست، با یکی از بازیگرای کشورمونه. امیدوارم لذت برده. نمیگم کیه، از تایتل دیدی چم با خانم ریحانه پارساس. لایک کنید سیابتون نره، بریم با هم ویدیو رو ببینیم. درود بر شما خانم پارسا. سلام، خوب هستید؟ همه چی ردیفه؟ خدا بشه. با یک سوال کاملا سوبر، با اینکه میدونیم ولی یه دونه بیوگرافی خیلی کوتاه میشه از خودتون بگید. ریحانه 24 سالمه، تئاتر خوندم، در حال حاضر استانبول زندگی میکنم. کوتاه میشه. کلا چی شد بازیگر شدید؟ خیلی دوست داشتم. پارتی داشتید، پیشنهاد داشتید یا مثلا چه جوری بود؟ نه خب تئاتر خونده بودم دیگه، یعنی مسیرش تقریبا فراهم شده بود، سمتش رفته بودم در واقع. ایوه. تا اینکه فیلم پیشنهاد میشد، یعنی پیگیر این بودم که کار بکنم و اینا. یک دستیاری منو معرفی کرد به پروژه‌ای و قبول شدم در واقع و شروع شد. قبل از اینکه کلا فیلم بازی کنی تئاتر هم کار می، یعنی تو تئاتر بودید درسته؟ تئاتر می خوندم، بعد از اینکه فیلم بازی کردم شروع کردم تئاتر هم کار کردم. آه اوکی. اولین سریال و اولین فیلم سینماییتون چیا بودن که دیگه مثلا ترکیدن؟ سریالم اسمش پدر بود، سال 98. آره میدونم، دیدم، خیلی هم سری. آره. و سینماییم هم سال 98 اکران شد، یک سال بعدش خوب بجرف. اوکی. کلا سریال پدر دلیل معروفیتتون بود دیگه درسته؟ سر اون سریال اوایلش. آره. کلا من اولین بار دارم با یه بازیگر مثلا مصاحبه میکنم، با خیلی از خواننده ها اینا بوده، فوتبالیست هم داشتم. از هر کی نسبت به رشتهش سوال میپرسم اسم فیلمی که توش بازی کردی و پشیمونی. شاید هم پشیمون نباشی از هیچ فیلمیت، فقط یه سوالیه که میتونی جواب بدی. نیستم دیگه، یه ذره قبلا هم میتونستم بگم ولی الان اوکی ام. آها قبلا شاید از یه چیزی پشیمون بودی. اوکی نایس. بهترین فیلم در نظرت خودت چیه؟ یه دونه، یه حق انتخاب. خودت دوستش داری، امکان داره بازم ببینیش. دیدی فیلمی که هرگز ساخته نشد. خوب بجه. یه دونه کارگردان بخوای نام ببری که از نظر تو بهترینه، چه باش کار کردی چه کار نکردی، چه زنده است چه زنده نیست، هر کی. ایرانی ولی باید باشه. سعید سهیلی. بچه من موافقم، خیلی خفن. وقتی که تو ایران بودی حاشیه‌ای داشتی، همه دارن، اصلا حسی کاملا طبیعی، کلا هر کسی معروف میشه یه سری حاشیه‌ها میاد سمتش، حالا هر کسی بر طبق شانسش بد و خوب داره. میخوام بدونم آیا حاشیه تو مربوط میشد به اینکه چون تو سریال پدر یه دختر چادری بودی ولی تو اینستا یه جور دیگه بودی، یا نه از یه جا دیگه شروع شد حاشیه‌ای اصلی؟ از اونجا شروع شد، ولی احساس میکنم حاشیه پرور بودم. آه. تا حدودی، یعنی حلبیده میشدم انگار به خاطر اتمسفر. اتفاقا این تو سوالام بود، الان که خب خیلی کم. مثلا بپرسم خودت حاشیه دوست داری یا حاشیه میومد سمتت؟ ساخته میشد، پیش میومد واقعا. الان دیگه اصلا فرکانسم متفاوت شد. چون میخواستم مثلا بهت پیام بدم بود مسابقه کنم، من رفتاراتو یه مدتی میدیدم. به نظر من، میخوام برم به نظر خودت هم همینه. قبول دارم آدم هر سال ذهنش بزرگتر میشه، ولی انگار تو اون چیزی که تو 19 سالگی بودی با این چیزی که الان تو 24 سالگی فاصله 6 سال نیست. از نظر یه سری از خیلی بیشتره. از نظر مغزی ها، از نظر من. مثلا من احساس میکنم 10 سال از اینی که هستی شاید الان بزرگتر. قدیما یه سری رفتارا میکردی، مثلا من خودم وقتی رپ یا هر چی شروع کردم یه سری کارا میکردم از رو بچگیم که مثلا خیلی حاشیه ساز چه جلوه بده میفهمی، ولی وقتی سنم رفت بالاتر بهش فکر میکنم میگم ارزشش رو نداشت. من احساس میکنم تو هم الان اینجوری، یارو نمیدونم، شاید کتاب زیاد میخونی یا شاید کلا وقتی که مهاجرت کردی یه سری سختی‌ها رو دیدی، ایدت نسبت به خیلی چیزا عوض شده. خیلی مهاجرت تاثیر داشت، یعنی اصلا زندگی هم برام جدی شد به شدت. شوخی نداشت دیگه، خودم بودم و خودم معنی واقعی. قدر زندگی حقیقی رو خیلی بیشتر دونستم، متوجه شدم که اتفاقات توی اون چیزی که قابل لمسه داره میافته. همین باعث شد تمرکزم سمت خودم بره، سمت چیزی که هستم واقعا بره. طبیعتا نتیجه میشه که حواشی کمتر زندگی. دقیقاً. آفر. آیا یه سوال خیلی خفن دارم، میتونی جواب ندیم، پشت پرده سینما واقعا از نظر جنسی کثیفه؟ ببین خب من روایت دارم سر این قسمت، نمیتونم بگم نه، من زخم خورده این قصه هستم. این رو بگم آره هست، ولی به خاطر اون رویای ستاره شدن که کثافت در واقع میتونه پیش بیاد. بیشتر از طرف کارگرداناست یا تهیه کننده ها، یا اون دیگه در این حد کسی نمیتونه بگه، امکان داره از هر کسی باشه. اصلا ربطی به این دوتا عنوان نداره، همه عنوان، همه سمت، هر کسی که در موضع قدرت باشه اینجوری بده. اوکی فهمیدم. اگر سرمایه گذار حتی باشه مثلا. حالا تو فیلم ها شده بازیگری اذیتت کنه از نظر جنسی؟ نه کلا گیرای علکی و شده که، ولی اسم نخواهی برد درسته؟ اسم نخواهم برد، ولی خیلی اذیتم که من خیلی کوچیک بودم.
بودم آزارم داد. فقط آخرین پلانم از خودم اینه که نشستم یه گوشه و گریه کردم و دوستم زدم، خیلی منو اذیت میکنه. یه حالت هرسی بود انگار، ولی گذشت. حالا شده حرفی، چون تو سینما بودی دیگه، مثلا الان دیدیم بعضیه که تو سینما مثلا میان یه سری چیزا رو میگن، خودت شده حرفی برای گفتن داشته باشی که بیای تو، که حتی بهش فکر کنی تو چنل یوتیوبت بزنی ولی بعدا تصمیم بگیری نه این کارو نکنی، یه جور دیگه مثلا خودتو نشون بدی؟ راجع به چی؟ مثلا یه سری حاشیه‌ای رو میدونی در مورد یه سری افراد تو سینما ولی هیچ وقت در موردشون چیزی نگفته باشی؟ جواب فقط آره یا نه است، چون نمیخوام اونجوری نیست که ازت حرف بکشم اینجا یه سری چیزا بگی، خواهم میدونم چیزایی بوده تو ذهنت که قرار بوده بگی. یه موضوعی بود که اونم گفتم. آه گفتی پس ایوه به تمام و کمال گفت موجودم است. یه سوال خیلی خصوصی دارم، اصلا نمیدونم پرسیدنش درست یا نه، اوکی میتونی رد کنی، این برنامه اینجوریه هر کی جواب نخواد بده میگه رد. واسه ازدواج اول دلیل داشتی یا واقعا عشق وسط؟ جوابی نمیدم، یک دورانی بود گذشت. اوکی تمام. ترجیح میدی برگردی به عقب کلا تو زندگیت؟ تجربه‌ام خیلی گرون بود، اصلا حوصله ندارم دوباره به نظرت یه کمی مثلا سن پایینت باعث نشد که تصمیم بگیریم سریع مهاجرت کنی؟ من یک بار عقلانی تصمیم گرفتم، اونم موقعی که از گیت رد شدم و گفتم دیگه برنگردم. سر گیت بهت گیر ندادن؟ نمیدونستن که، ولی من با خودم میگفتم نکنه یه ابری بالا سرم بیاد متوجه شن من میخوام برم برنگردم بهم گیر بدم. بعد که رد شدم گفتم اوکی، چون نگام کرد خدافظ، اینجور گیت که بسته شد گفتم خب خدافظ، هیچکی نمیدونه. آره. من تا یه ماه اولم استوری یک باتام برم داشتم میذاشتم. ببین وقتی که مهاجرت کردی به نظر خودت یه سری آدما رو دور خودت انتخاب میکردی، آیا انتخابات درستی بودن از نظر شخصی خود الان که بهش نگاه میکنی؟ قضاوتشون نمیکنم من، چون یه ذره که نه خیلی اعتقادایی دارم که تسلی بخشمن، میگم که مسیر بوده، میگم درس بوده، نه اصلا درست و غلطش نمیکنم، هیچ لیبل نمیزنم. از اینکه تو ترکیه هستی راضی؟ چون باز خیلی به تقدیر باور دارم، احساس میکنم بخشی از مسیرم، یعنی ممکن فردا یه جای دیگه از اینجا باشه. تا الان 3 سال اینجا جالب بوده، بد نبوده. قبول داری قبل از اینکه آدم بخواد بیاد خارج از کشور فکر میکنه که اونجا قراره خیلی پیشرفت کنه ولی بعد میاد یه سری چیزا میبینه شوکه میشه؟ میخوام بدم تو به این چیز رسیدی، به این تجربه؟ برای من برعکس بوده. عالی. ببین خیلی نقطه خوبی داریم با هم صحبت میکنیم. آره. یعنی از هر جهت اصلا الهی شکر، ولی تو یک نقطه منسجم و تکلیف روشنی هستن به خاطر این. خب خیلی عالی. کاملا اتفاقا از حد من بال فراتر هستش حالا حاضرم. اگه ایران میموندی وضع مالی بهتری داشتی یا الان؟ ایران میموندم. این مشکلی که بچه همه ایرانی ها دارن، من خودم اینجا دوستایی دارم که تو ایران خیلی وضعشون خوب بوده ولی اومدن اینجا و نرماله وضعشون، ولی تو ایران میتونست خیلی بده باشه. البته این خیلی دردناکه ها، اینکه حاضری یه زندگی کمی سطح پایین‌تر داشته باشی که تو کشورت نباشه. مهاجرت رو اصلا توصیه میکنی؟ اگر به برگشت فکر نکنی و برنگردی، هی نری بیای و اینای خودتو هوایی نکنی، جورش رو بکشی، 2 سالش بگذره. آره. سال بعدی من کمی خصوصیه. آیا الان رابطه هستی؟ بله. موسیقی رپ گوش میدی؟ تقریبا نه. به چه موسیقی علاقه مندی؟ کسایی که گوش میدی 3 نفرشون رو میتونی بگی؟ نه اسم نگو کلا. اوکی. به چه سبکی از موسیقی بیشتر علاقه مندی؟ فارسی گوش میدی یا بیشتر انگلیسی؟ چرا؟ گوش؟ چرا اینو میتونم؟ اوکی بگو. نه فارسی گوش میدم. خیلی شرق و غربم. ببین مثلا من عاشق ابی و گوگوشم. عاشق مثلا گودشستی ام. اینجوری دوستشون دارم. و از اونورم مثلا یه گروهی هست به اسم او و دوستانش. نمیدونم میشناسیش یا نه. نه من نمیدونم. بی‌نظیرم اینجوری فهم گوش میکنم. خیلی بلی دور از همان جهان. خارجی کی گوش میدی؟ یه نفر رو بخوای بگی. ریانا شاید. دلت از ایران پره؟ نه خالی کردم خودم. رابطت با خانوادت خوبه؟ با مامانم آره، ولی با بابام 3 ساله که من یادم یه بار گفته بودی با پدرت، من فکر می‌کردم الان شاید خوب شده، مثلا اون یه مدتی قهر بودید اینجوری. اوکی اگه یه روزی برگردی عقب با سه یه لحظه کدوم قسمت زندگی تو تغییر می‌دی؟ معاشرتام. اوکی یه سوال دارم از همه پرسیدم ولی راستشو بگو، همه فقط یه نفر یه جواب بده. فرض کن 3 نفر یه جایی از دنیا هستن که تو نمی‌شناسیشون، اوکی اصلا نمی‌دونی کیه و هیچ وقت هم نخواهی دیدشون. خدا بهت میگه که ریحانه اگه تو دور از جون میری اون 3 نفر زنده میمونن، ولی اگه تو نمیری اون 3 نفر میمیرن ولی تو نمیدونی اون 3 نفر کیان، آشناتو هم نیستن، غریبه غریبه، مثلا تو آنگولا، آفریقا، چه میدونم آمریکا، کدوم انتخاب میکنی؟ راحت باش ببین همه گفتن اون 3 نفر بمیرن.
خب اگه اونا اینو گفتن من میگم که من حاضرم فدا کنم خودم. او نایس. خدا هست؟ اعتقاد داری به خدا یا به یک نوع خدا؟ به خدایی که از بچگی به ما یاد میدن یا نه؟ به یه چیزی به اسم خدا، نمیدونم چی واسه تو هست، مثل انرژی، یه حس خوب. ببین من بچگی من به اون خدای کلاسیکی که آدما تصویر میکردنش اصلا نگاهی نداشتم. من به اون نیروی برتر باور دارم که ناظم این جهان هست. به دینم اعتقاد داری؟ اصلا ورود نمیکنه، موضوع نیستش. آکی آکی. درونیه به نظرم. کتاب میخونی؟ تا جایی که بتونم، دوست دارم عمل کتاب خوندن. امکان داره در آینده تو فیلم های ترکی ببینیمت؟ خیلی، الان که دارم ترکی میخونم احتمالش زیاده. ایول، یعنی الان داری سعی میکنی زبون رو یعنی بیشتر یاد بگیری؟ آره، متمرکز زیادم الان. تونستی کانکشن هایی بزنی؟ سعی تو کردی یه سری کانکشن بزنی؟ نه ببین، خب دیگه من ورژن مثلا 18-19 سالم نیستم برم پیش رو بگیرم، ترجیح میدم به این نسخه کامل شده از خودم برسم، بعد بتونم حالا یکم اساسی تر قدم رو پیش رو، گرچه که قدم اول هم نیستم، من کار کردم، الان آماتور نیستم توی این قصه و خب این خدا رو شد کمک هم میتونه بکنه. هنوز با بازیگرایی هست که در ارتباط باشی؟ من ایرانم بودم، زیاد در ارتباط نبودم، تک و توک دورا دور هستم ولی از نزدیک نه. دوست صمیمی داری تو بازیگرا؟ نو. ترکیه هم فکر نکنم زیاد بری تو یه سری جمع، درسته؟ یعنی میشن خودتی و شخصی که باش تو رابطه. این حالت رو سیفتر میدونم، معاشرت کمتر زندگی بهتر. اوکی. چون اونجا هم گفتی که اگه برگردی عقب یه سری معاشرتاتو تغییر میدی، احتمالاً تجربه‌ای داشتی که الان این نوع زندگی رو. هیتی که رو تأثیر بد گذاشته، ناراحتت کرد؟ ببین گذشت، من متوجه شدم هیتا با من چیکار کرده بوده دوران، تو اون دوره اصلا میگفتم نه، ولی خب اعتماد به نفسم انداخته بود طولانی مدت، تازه دارم بازسازیش میکنم. ولی الان خیلی کلان از حاشیه دوری، اصلا نیستی، هستی های تو حاشیه دیگه، این خیلی عالیه. و اما سوال آخرم، یه جمله که خیلی دوستش داری بگو یا یه حرفی که دوست داشتی در موردش حرف بزنی. من جمله رو خیلی با خودم مرورش میکنم، خیلی نقطه، همه نقطه ها تلاش میکنم یادم باشه، میگم هیچ وقت یادت نره چی از سرت گذشته، چون تو وقت یادته که چه مسیری اومدی، به هر جهت خوب بد بالا پایین، به تو یک عمق و ریشه ای میده که بر اساس اون میتونی قدمای بعدی تو پیش ببری، قدماتو درست‌تر پیش ببری. اگه فراموش کنی خوب نیست دیگه، گم میشی انگار. دقیقاً. خیلی لذت بردم خانم پارسا، انسان بسیار صبور. منم خوشحال شدم، حس خوبی میده، یعنی آدمو آروم میکنه، انرژی تو. امیدوارم هر جا هستی موفق باشین، تو فیلم‌های خفن ترکی هم ببینتون، یا هر آرزویی که دارید برآورده شه، تو رابطه‌تون هم موفق باشید و بهتر کنید. مرسی، افتخار دادید اومدید. مرسی، خواهش می‌کنم. مرسی از شما. خدافظ. خب گایز، اینم از ویدیو امروز، امیدوارم لذت کافی رو برده بوده باشید، دوستتون دارم خیلی زیاد. رفتم کنسرت شادمهره عقیلی، زیپش باز بود، سالار عقیلی اومد. اول از همه فولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.